هلو 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 سلام به همه دوستان شبتون بخیر خوش اومدید امشب شب, شب شما دوستان عزیز شب مخاطباس اولین قسمت از یکی از برنامه هامونه که توش فقط قراره که با شما گپ و گفت داشته باشیم و نظر بچه ها رو بشن یعنی هر هفته یک قسمت قراره که باشه از این برنامه میتونید بیاید داخل دیسکورد حالا مادریتون میتونن لینکشو براتون داخل چت اسپم کنن حتما با دیسکوردتون آپدیت باشه چه رو موبایل چه رو پی سی ممکنه رو بعضی اینترنت ها نیاز باشه که با فیلتر شکن بیاید تا صداتون تا بتونید وقتی ریز هند میکنید ما اکسپت میکنیم بیاد بالا این ویس تلگرام این کلاب هاوس ها و این قابلیتی که توییتر اضافه کرده و اونجا میتونید که مثلا شما ریز هند کنید الان این مدیکاتو نشون میدن. نگاه کنید بچه‌ها خب نگاه الان بچه‌ها جوینن و هر کسی که رول داشته باشه خب جدا معلوم میشه اینجا و به این شکل وای میسید اینا که بالا سرشون علامت دست دارن ریز هند کنید درخواست دارن که بیان بالا صحبت کنن چه نوبت بگیرید بیاید و نفری یک سوال میکنین ترجیح هم ممکنه شاید مثلا خودم نیاز ببینم بیشتر از یه سوال باشه یا نظرتون رو میگید و میرید پایین اگه لازم به بحث باشه ممکنه بخوام بحث کنم من یعنی معمولش معمولش اینکه قراره به سوالات شما جواب بدیم و این فرصت و ویوه داشته باشم مخاطب که یه گپ گفتی با کانتنت کریتور مورد علاقه داشته باشن حالا اگه استریمر دیگه دوست داشتن همونطور که داخل تلگرام مثلا هاشم میومد، اومد میومد، سالار ایران پردی میومد، اومد پرشن می اومد علی کوانتیک میواد بقیه بچه‌ها ها. بچه میتونن اینجا هم بیان که اگه شما سوالی از اونام دارید اونا هم بشینن جواب جواب بدن بهتون و شاید سوال شما سوال خیلی ها باشه و هر هفته این فرصت داشته باشید که به سوالاتی که به, ج... به جوابی که میخواید برسید و صدای مخاطبا شنیده بشه جلوی کلی از ویورا و این این داستانی که قرار اتفاق بیفته امیدوارم که از این ایده لذت ببرید و فرصت خوبی باشه آقای سوالی که چند وقت زن منو کردنه کرده اینه که امیر عزت که کانتنتاش شقد خفن و مخصوص خودشه چرا بیشتر تو یوتیوب کلیپ نمیذاره به بچه‌ها تو موزلند اوکی ببین یکی از دلایلش اینه که یه ذره مشغله زندگی و اینا اذیت میکنه جدا از اون یه ذره خودم قبول دارم تنبلی میکنم ولی داری میریم میسم داریم میریم من که داریم استاتش رو میزنیم یعنی من دقت کنی تقریبا دارم سعی میکنم هر روز استریم کنم و ویدیو یوتیوبم دیشب داشتیم فردا هم داریم پس فردا هم داریم فردا داریم و این هم یکی برنامه هایی که شروع شده حالا میتونست آف استریم باشه ولی مثلا مخصوص یوتیوب باشه ولی ترجیح دادم اول استریم باشه بعد وادش بره رو یوتیوب و به زودی برنامه هم با هاشم دارم سندری هم شروع میشه یعنی فعالیت ها استاتش داره میخوره و اصلا جای نگرانی نیست همین سلام بله بله خوش چطور. چطوری خوبی؟ آه یه سوال بپرسم کلا بیشتر درباره های ایرانیه ولی خب تو خودت بلدی بینشون به نظرم ببین هزینه هایی که مثلا تو برای استریمت میکنی که مثلا به قول خودت پیشرفت کنیم خیلی زیاده خب آه. خودت هم میدونی دیگه حالا من چیز نمیکنم الان من مثلا یه دونه یوتیوبر یا استریمر خارجی رو دنبال میکنم میبینم مثلا سه سال تکی... چیش تغییر نکرده پولی هم که میگیره بر خودش استفاده کنه این اصرار اینکه همه چی عوض کنی شده برای چیه شخص من نکنم بچه ها که این مدلی رفتار من خودتون میخوام بدونم ببین این چیز کاملا به نظرم معبود به سریقه است خب من ببین خب خیلی از یوتیوبر استریمر هم هستن که بهترین امکاناتو دارن خب اینکه اکثریت چی کار میکنن مهم نیست اینکه خب مثلا کاری که من میکنم کاری خیلی ویژه‌ای نیست خیلی ها انجام میدن دنیا و به نظر من آدم ارزش قائل بشه واسه خودش خوبه حداقل جدا از مخاطب یعنی من اینکه ترجیح میدم امکاناتم خوب باشه و بتونم راحت تر از همه چی استفاده کنم کوالیتی صدام خوب باشه بکگراندم خوب باشه نورم خوب باشه این یه معبود و سلیقه است به, به نظر یعنی من خودم دوست دارم از فضای کارم هم خودم لذت ببرم هم مخاطب که نگاه میکنه یعنی این چیزی که توی این مدت ثابت شده یعنی وقتی شما نگاه میکنی ویدیوها واقعا لذت میبرن از این تغییرات و خب این لذتی که دا دارم می‌دونم واسه وادم با ارزش ترین چیز دیگه این چی میگم اساساً من یه سری چیزا هم داره دیگه یه سری چیزای منفی هم داره تو الان رفتی خونه موزلند الان چند وقت کم کار شدی چند وقت استریم نکردی اینجوری شد دیگه به هر حال خودت خب هم می دونی الان مثلا من 4 سال تو کامیونیتی بود خب درسته من مثلا 4 سال تو کامیونیتی ام خب من اگ چه میدونم 6 ماه هم نباشم مثلا مثل هاشم که الان شاید 6 7 ماه نیست 8 ماه حتا یعنی عدد بزرگ نیست سبب برای اون میزان فعالیتی که داشتیم تو این دوران خب اگه قراره مثلا برای مثلا من حتا یه سال هم نباشم ولی بعد یه سال واقعا پیشرفت کرده باشم و فضا رو بسم الله مثلا وقتی من اومدم اینجا شاید مثلا خب همه فکر میکنن که مثلا چه تغییرات موقتی بود و دیگه همه چی ثابته ولی در صورتی که خب من از این فضا میتونم خیلی استفاده بکنم این من اونجا نمیتونستم مهمون حضوری بیارم ممکنه برنامه بخوام بذارم مهمون حضوری بیارم و هزار تا تغییر دیگه دستم الان خیلی بازه خب این که مسیر واسه سا چند سال بعد خودت راحت تر کنی و هموار کنی با ارزش دیگه درست هزینه داشته ولی خب آدم دیوانهوار هزینه نمیکنه مثلا من رو منطق هزینه کردم یعنی اگه درآمدش داشتم بر اساس درآمدم یه هزینه ای کردم که دوباره کمک کنه که من درآمد بیشتری داشته باشم بیشتر بتونم فعالیت کنم بقیه بیشتر راضی این سرات خیلی بد میاد فکر کنم سوالت که رابطه با فرها چجوری آره سرتو ندارم او من مفتوح و آدینس میکنم فکر کنم سوالش این بودی رابطه با فرها چجوری رابطه با فرهاد ایکس اوکی یعنی ما هم دیگه سر یه سری مشکلی داشته باشیم حل نشده باشه تو بقیه مسائل اوکی یعنی با هم صحبت میکنیم مثلا فرها چند روز پیش بیرون که بود تو لباس فروشی یه تیشرت عکس گرفته بود عکس پاندا روش بود برای من فرستاده بود گفته بود خیلی باحاله و اینا خندیدیم با هم دیگه در تولد هم بهم تبریک گفت و هم گپ و گفت داریم یعنی قطع ارتباط نیستیم سر یه سری چیزا هم اختلاف داریم اما بقیه مسائل می حالا این رابطه دو تا آدم بالغ دیگه نرسی از سوالت سلام سلام, سلام. خوبی؟ سلام خوش اومدی قربونت چه خبر قربونت آقا من میخواستم بیام می اینو بگم که حال کردم واقعا اون پرادید و خیلی واقعا جالب بود و آره دیگه یه, یه سری واقعا بچه میان همچین کارایی میکنن اصلا واقعا شرمنده شدم یعنی واقعا کامیونیتی خیلی چجوری بهت بگم یه جوری احساس کردم کامیونیتی انگار مثلا دارن مثلا رو به عقب میره تا پیشرفت کنه ولی بازم میخوام بگم که هم که واقعا خود سکریه همچین کاری کنه که مثلا پرودی شوخی مثلا جا بیفته واقعا جای تحسین داره آخه مرسی از نظرت اولا دوم که یه ذره عجیبه بعد این همه مورد مثلا یه پیج مثل پیج پرچن روست کار کرده بعد خیلی از کانتنت کریترها دوستن یا ایران فرید هم چجوری جا نیافتاده هنوز که مثلا فکر کنم امشب که از ساده ترین مدلش من... بود خب همون بذار بهت بگم مثلا ایران پرادی من با سالار خودم هم اوکی هم بعد وایس رفتیم مثلا ما هم حرف هم میزنیم ولی بازم مثلا خدا وکیلی من مثلا کامنتاشو رو که میبینم واقعا تاسف میخورم یعنی چی مثلا این همه حرکات من هم میگم حالا اونجا باز مثلا ممکنه کانتنت یه جایی تاکسیک هم بشه حتی خب و خود سالان هم اوکیه با این داستان مثلا یه همچین نمونه ای که مثلا امشب بود اصلا چی بود مگه دقیقا یه چی میگم این اصلا من بود. همین دارم میگم آره واقعا اما از کم اگه سوالی نیست به نفر بعدی مرسی از نظرت اوکی حتما دستتون درد نکنه آوردی قربان صدام دمیر من دیسکوردم باگ خوردش خوب هم من بخشم جو مطلب شد امین در باره اینه که من تازه یوتیوب شروع کردم مثلا بپرسم که نصیحتت چیه که در باره اینکه مخاطب جذب و این حرفا در مورد اینکه مخاطب جذب بشه ببین من خیلی آدم مناسبی نیستم واسه اینکه جواب بدم در مورد این سوال شاید بچه دیگه بهتر تان جواب بدم ولی چیزی که من بخوام بهت بگم اینه که کلا یوتیوبرهای دیگر رو نگاه کنید یوتیوبرها که موفقن حالا به نسبت و نکات مثبتش رو میگم رمود استریمر هم میگم کسی که تازه شروع میکنه میگم نکات مثبتش رو یاد بگیرید نکات منفیشون رو هم ببینید تکرار نکنید این اولین و مهمترین چیزه دوم از هم دوم از همه هم این که کاری که داد میکنید واقعا دوست داشته باشید یعنی این اینو درک کنید واقعا که هر مخاطبی که میاد ارزشمنده یعنی اگه 10 نفرم واقعا 10 تا آدم با ارزشن چون ده نفر ده تا انسان حاضر شدن کار تو رو دنبال کنن و برای تو وقت بذارن و خیلی با چیز با ارزش مهمه به این دهش برسید که مثلا بله. خیلی مثلا فکر میکنن الان مثلا 200 سابسکرایبر دارن چون 20000 تا نیست چون 2000 تا نیست ارزش نداره در که مثلا اون 200 نفر واقعا 200 تا انسان خیلی با اینکه دارن تو رو دنبال میکنن واسط وقت میذارن اینو درک کنی وقتی مخاطبی که داری هر تعدادی که باشه دوست داشته باشی با عشق و علاقه کانتنت بسازی قطعا میره به این سمت که افزایش مخاطب داشته باشه چون اینو کاملا مخاطب رو حس میکنن و درکش میکنن اوکیه قبومون او فرچه هم مرسی که اومدی این محفظ باشی درود برت من روز خوبی متشکرم که قبول کردی من یه سوالی داشتم امید چند مدت پیش توی استریمت گفته بودی که حاشیه باعث, توی... باعث میشه که توی مثلا توی کامیونیتی اگر باشه باعث توی که کامیونیتی زنده باشه آره. یه هم مثال زدی که گفتی اگه گویت مثلا بسته شد کامیونیتی به سمت دد شدن رفت آره آره دقیقا. تا اینجا درست میگم صد آه... الان کامیونیتی فکر کنم دنبال میکنی یه دعوایی راه افتاده بین بچهای کینف و, و سر مسابقات فینالی که پیش اومد آره و خیلی الان قضیه اصلا انقدر شدت گرفته که مثلا همه یه جورایی ناراحتیم هنوزم پای اون حرف هستی که کامیونیتی بعد هاشیده شو یه جوری هاشیه است دیگه پای حرف هستی که مثلا حاشیه رو افتاده و این, این؟ جدالا باعث شده که اصلا اینا جدا بشن راهشون پای هر راه که, پای که هستن خب ولی یه تفاوتی داره این حاشیه با قبلیا اونم اینه که اولا رفته به این سمت که اونور دایلی میاد میگه که نمیدونم رامین ترکا رو مسخره میکنه و فلان رامین میاد میگه دای... دایلی شبیه شرکه و فلان بعد در نهایت رامین کل لیدرای تیم ایران رو بلاک میکنه و با همه قاطی ارتباط میکنه حاشیه که باعث باشه کار به قیافه و چهره و نمیدونم قومیت و لحجه کردی اون مسخره کنی آخرش هم همه آخرش هم مهمترین لیدره مهمترین تیم ایران تو این بو سیکس بزنه بقیه تیم‌ها رو لیدراشونو همه رو بلاک کنه و قطع ارتباط کنه خب معلوم این حاشیه به درد هیچ جایی نمیخوره چون... خب ما اینو بر حسب این ببخشید میونه کلمات بر حسب این میذاریم که این برای عصبانیت یه خوشحال ناراحت شده یعنی برای احساس تصمیم گرفته که این کار انجام بده این خب بعد دیگه اون باگی... باگی... هاشی میگم یادت چه هاشی مثلا هاشی که زمان قدیم بود بین بی تو و سی جی تو میگیدی مثلا یه ماه دارن کلکل کل کل میکنن تو این تو کام مثلا یه رنگ میخورن به هم میان کلکل کل کل میکنن راجع اون مسابقات صحبت میکنن بعد این تیم بیشتر تمرین میکنه بهتون مسابقات ببره تو مسابقات میبره دوباره کلکل کل دوباره اون تیم ما عوض کردیم اون میگه نمیدونم تو فلان مسابقات من به شما پلن دادم یه سری بحثای این شکلی بحثای میدونی کلکلای گیمی این که مثلا تو بگی اون فلانی شبی شرکه این یا مثلا تو لحشت کردی اینجوریه خب این که اصلا نشد اون هاش... این هاشی ناسالمه واقعا یعنی هاشه به درد نخوره یعنی ترشه واقعا یعنی خب آره اصلا این افت... هاشی پس یه جورایی واقعا لطمه خورده کامیونیتی آره اصلا بدتر شد اصلا الان فکر کنم رامینی که لیدر به این مهمیه به کسیه که واقعا الان تو این لحظه تو کامیونیتی میتونه باعث که تیم‌ها با هم ارتباط داشته باشن با هم پیشرفت کنن با هم بهترشن کمکشون کنه و تیم‌ها به رامین احترام بذارن به... میدونی؟ نمیگم نمی‌گم رامین پرفکتیه خب ولی توی دست. قالب خودش به عنوان لیدر یه تیم موفق میتونه خیلی کمک ها بکنه اسکریم اوکی کنه واسه بچه‌ها رابطشون بشه با تیم‌های دیگه و باعث پیشرفت کامیونیتی بشه ولی اینکه را... نتیجه حاشیه بشه اینکه رامی بقیه لیدرا رو بلاک بلا کنه دیگه دیگه هیچ چی راجع به هیچ تیم ایرانی تو کانالم نمیگم و این اتفاق بیفته اینکه اصلا شد بدتر از قبل یعنی دیگه کامیونیتی کلا داره دد میشه کامل یعنی کامل یعنی کامیونیتی میشه یک قطبی به قول معروف میشه فقط کی آره دقیقا درست بعد یه سوال دیگه هم داشتم دیگه زیاد وقت نمیگیرم قبلا من دیگه دقت کردم خیلی شوخی با استینمای دیگه یا با دیگه مثلا میکنی اره. و همیشه آخرش به ضررت تموم شده یعنی طرف ناراحت شده حس میکنی کجای کار ایراد داشته همیشه خب شوخی خب خود گفتی دیگه کامیونیتی دیگه مثلا خارجی اینانی که شوخی میکنن اصلا طرف ناراحت نمیشه برم گیره به جنبه طرف برم گیره به چی چرا این اتفاق میفته حالا تو مثلا با ردبول مثلا شوخی کردی به جای که میگه ای بچه خوب بود مثلا خندیدیم یا مثلا دفعه با علی ویزه به شوخی کردی مثلا سر موی داستانه مثلا دعوا شد به شوخی یا مثلا دفعه کجای کار ایراد داره از تو ایراد داره تا بعد شوخی کنی هستن کامنتی بی جنبه است داستان چیه یعنی قول خود می میینه که من چه من شاید اینا من کی بشناسه بچه‌ریم بوش قدیمی شناسه من 5 سال همین رفتارو دارم ادامه میدم حالا و مست... هر کی بر میخوره میخوره دیگه کارش نمیش کرد بعضی یا سطح جنبهشون پایینه یا خودشون سطح جنبهشون بالاست ولی نمیان اینو نشون بدن مخاطبشون هم فکر میکنه که مثلا اگه اون سکوت کرده یا ناراحت شده یا بهش برخورده باید بیاد ازش دفاع کنه من حالا نمیدونم اگه ممکنه باشن تو چت ممکنه اینجا باشن شده یوتیوبری بوده من رست کرده اصلا ناشناس یعنی من چون اسم خودم سرچ میکنم تو یوتیوب مثلا گهگوداری ببینم مثلا در مورد مزلن چه ویدیویی ساخته در خودم چه ساختم مثلا یه ماه پیش نفر یکی دو ماه پیش ویدیو بود از من ساخته بود یه جوری منو به سر رست کرده بود سر جاز چتام اصلا اینجوری شروع میشد که خب بریم سراغ این آقایی که میاد ویدیو بقیه رو میبینه و ویو ویون میگیره و این حرفا که آخرش به عنوان یه ویواری داشت اینو نگاه میکرد که همچین نظری داره آخر ویدیو به نتیجه رسید که نه واقعا مثل اینکه کانتل جدید خلق شده بعد لذت لذت بردم ازش پشیمونم ولی اولش خیلی بد صحبت کرد اینا <تصفح> مثلا رست بود قشنگ دیگه مثلا بی احترامی داشت میده. مثلا همون اولش من تا وسطش که دیدم براش کامنت گذاشتم بودم خیلی باحال بود ای ولدا نمیگم اینکه مثلا برست. تو خیلی از شوخی‌ها که با خودم میشه خودم میرم اینجوری ریاکشن نشون میدم یا اگه رست میشم میرم اول نفر سعی میکنم کامنت بذارم اگه میم میشم سعی میکنم اول نفر استوریش کنم این آغوش باز خودم نشون دادم که بگم آقا من خودم این مدلی هم با, با بقیه هم شوخی میکنم بقیه هم اینجوری رفتار کنم اگه من خودم بهم بر این چسب ها در می اوکی بقیه هم بهشون خود درک می‌کردم. وقتی خودم آغوش باز دارم توقع دارم یه شوخی ساده اینجوری همچین برخوردی داشته باش پیشنهاد هم اینه اگه با کسی کلا شوخی میشه ریاکشنشون این باشه که اولین نفر خودشون بیان بخندن حال کنن و بی... چون مثلا یه چیزی مثل داستان ویدیو امروز واقعا نه توهینی توش داره نه اصلا هیچی نداره یعنی واقعاً واقعا شوخی ساده است اینکه مثلا کامیونیتی یه نفر بیا توهین کنه و کار به فحاشی بکشه و به گند بکشن این حفاظ خنده داره مثلا طرف اومده نوشته دارش خوب نمیدونم سوراخ دوها رو پیدا کرد یا فالوور داره میگیره به قرآن مجید من اصلاح بزنم یه رو بگم الان نمونه بارز این داستان فالوور گرفتن دفتن بگم دید الان بازه نها کنم پوستر رو ساعت چند گذاشتم من خب بگم چه فالوور گرفتم میدونم الان مثلا فالوور میگیرم یه واقع نه فا... واقعا براتون جدی مثال می‌زنم یعنی پیجم که دیگه اومدید دیگه من الان این پست رو 5 ساعت پیش گذاشتم 63 تا فالوور گرفتم خب این چی من, من همین الان تر استریم 700 800 تا دارم فالوور می‌گیرم 63 نفر میخوام من فالوور بگیرم 70 تا فوش خورم چه فالوور بگیرفتن مثلا چه ویوی مثلا الان مثلا 800 نفر اومدن که من از حالت عادی ویوش کمتره مگه امشب دراما نکردم چرا ویوم زیاد نشده پس چرا من سکا نشدم امشب خب <applause> <applause> میدونی راجب دراما هم صحبت هم کردیم مثلا امشب چرا ویوش نمیاد پس این ویوش کو فالوورش من <تصف> پیدا نمیکنه. کنم میدونی اصلا یه جو مسخره ای دارش راجب هر کی صحبت میکنی طرف هم سمت خودت باشه میگه میخوای ویو بگیری خب منم ویوش آره دارم مثلا مثلا با دا اصلاً. اصلاً به هر کی شوخی میکنی میگن انگار مثلا به امام خمینی شوخی مثلا با امام خمینی شوخی کردی مثلا وزارت اطلاعات جمعت میکنه یعنی با یه اس با یه استریمر نمیتونی شوخی کنی به معنی استریمری که با طرف رفیقی این ما همدیگه فالو داریم مم. با هم صحبت میکنیم بعد مخاطبش میاد فوش میده اصلا من درک نمیکنم یعنی قشنگ کاسه دختر از بعد خب وقتی کامیونیتی این شکلیه اصلا من نمیفهمم و کار ما کار سرگرم کننده اینترتین کردن مردم خندوندن مردم چه جوری میتونیم همچین کاری داشته باشیم بعد نتونیم شوخی کنیم <applause> مثلا مگه اینجا مثلا مجلس شورای اسلامیه که ما شوخی <applause> <applause> مجلس شوخی میکنم ها اینجا نمیتونیم شوخی کنیم میدون عجیبه اصلا رفتارا واقعا بچگونه است ولی امیدوارم درو من انقدر شوخی میکنم تا درست شه اگه تو ریمو درست شد این موضوع الان همه جنبه دارن اینجا هم درست میشه بالاخره مسیر صاف میشه سلام سلام خیلی مخلصی برادر بله فرچم بشینی این صدای این جان بله بشینی یا چی چی هست یعنی نه نه, نه فی... یه صحبتی بود دارم اوکی اوکی این صدای این رفیقمون چقدر شبیه چیز بود نام سکشاد بود قبل از اینکه آخ من. آره راست میگی آره دقت نکردم راست میگی آره پشمام و اینکه یه چیزی رو میخواستم راجع به موزگنگ بگم یعنی یه جور انتقاد حالا نمیدونم انتقاد حالا علم. موزلند یا موزگنگ موزگنگ موزلند این داستان هم همیشه دارم برای مطمئن شد آه دقیقا اینکه اون روزای اول که شما کارتون رو شروع کردید من خب یادمه خیلی من یعنی با این موضوع حال کردم و خیلی مثلا موضوع خفنی بود به نظرم ولی هر چی که رفته رفته داره می... میگذره به نظرم شماها دارید این کار رو اصلا خیلی کمتر جدی میگیرید و انگار مثلا از اون هیاهو افتادید و من یه... من خودم حداقل به عنوان کسی که بیننده این مسائله دارم این, این چیزها رو میبینم حالا نمیدونم خودت این چیزی که من میگم و میپذیری یا اینکه حس میکنی که من دارم اشتباه نه نه کاملا درست, درست میگی مثل من فکر نه کاملا درست میگی دلیلش هم اینه که اولا اصلا این داستان که راه افتاد یه سری خب ما هماهنگ بین خودمون داشتیم که مثلا آقا مسئولیت این داستان با کیه مسئولیت اون داستان با کیه مثلا فل هزینه فلان چیز با کیه نمیدونم مثلا چنل موزلند و بچه ها مو... چنل بزنن مثلا یه نفر یه دونه چنل جدا داشته باشه این صحبت شده بود دیگه اوائل خب نتیجه این بود که چنلی بزنن به اسم موزلند و دو نفری روش کار کنن هر جا هم لازم باشه من کمک میکنم یعنی از پروموشنش باشه از ایده پردازش باشه اگه بخوام تو ویدیو باشم میرم هم, هم مدل کمک میکنم ولی اصول کار اصول اون چنل و اصل اون چنل به خودشونه یعنی دو نفری قرار کار کنن دو نفری من من قول میدم که به درآمدزایی برسه قول میدم که دیده بشه همه مدل کمک میکنم ولی بچا بچسبن بهش درآمدشون واسه خودشون یعنی 50 50 خب و, اینکه الان مثلا جفتشون به استریم بیشتر علاقه نشون دادن تا یوتیوب مشکل خودشونه واقعا چون شاید من نمیتونم الان هرسه, هرسه کانتنت خودم بخورم بعد همچنان هرسه اون مثلا اون برم بخورم میگه چی میگم <متحد> فکر کنم متوجه حرف من اصلا چیز دیگه بود به اینکه میگم علاقه نشون بز... میگم اون دو, دو, نفر هستن دیگه خب این هم محمد هم علی خب این که مثلا اگه فعالیت کم شده من نمیتونم مثلا بیام بگم مثلا مثلا با اردنگی بزنم داره چهل خودته پاشو بیا ویدیو بساز استریم نکن ویدیو بساز خب اینو چیکارش کنم واقعا میگم میگم اگه اون علاقه مثلا تو خود طرف کم شده و به استریم بیشتر شده دیگه بعد طولانی مدت درست چه منظورم ولی اگه چیزی چیز بگو آه آره متوجه اینه که اصلا کامل فهمیدم چیزی که من حرفم بود این بود که اون روزای اول خیلی به عنوان مثلا یه تیم به این قضیه نگاه میکرد و الان حس میکنم این اتفاقی که افتاده خیلی به صورت سولو داره اتفاق میفته و من حالا کسی که من دارم اینو میبینم خب از همکاری شما سه تا بیشتر لذت میبرم تا اینکه مثلا تک تک بخوام همه شما سه تا رو ببینم خب و اینکه یه جا جمع میشید به نظرم مثلا خیلی میتونه کانتنت قویتری ارائه بشه تا اینکه سه نفر جداگانه بخوان سه تا کانتنت متفاوت ارائه بدن من پیشنهادم به عنوان یه بیننده ای که شما رو میبینه خب من همه جا گفتم من واقعا فنتونم و حال میکنم شما کانتنتی که میسازید Uh, من دوست دارم که این, کا... این uh, یعنی شو... حتی حاضرم این که مثلا تو کارتو حت... حتی ول کنی این که ستایی با هم دیگه همکاری کنین و مطمئنم این به... از این لولی که خودت تنهایی پیشرفت کنی به نظرم خیلی بیشتر میشه حالا میگم اینم نظر منه من دوست داشتم که نظرم اینو یه خیلی خیلی, دارم. دارم. این خیلی, خیلی بود. بود که دوست داشتم بگم واقعا بازم مرسی که من آوری اگه صحبتی داری که دوست دارم خوشحال میشم آره باید. واقعا که با نظر موافقم شدید یعنی اصلا خودم خودی که از اون جمع سه نفره گرفتم انقدر مثبت و خفن بوده خب که واقعا با حرفت موافقم شدیدن ولی میم شاید که از ببین من من شاید پنج سال تو این کامیونیتی ام خب ولی این بعد درک بشه که هم علی هم محمد اصلا نبودن تو کامیونیتی به من هیچ کانتنت و واقعا ماه سوم فعالیتشونه یعنی واقعا سوم ماه فعالیتشونه و من نخواستم فورس کنم که بچه ها زده بشن یعنی گفتم اوکی بذار یه تایمی میگذره متوجه این میشن که چقدر اون اون کانتنت دست جمعی یا خفن و خوب بود خودشون علاقه نشون میدن یعنی چی میگم میخوام اون شوقه تو خود بچه ها باشه یعنی خودشون یعنی آره. زوری نباشه آره میخوام واقعا اون شوقه بشه. که من, من میفهمم چی داره از دست میره ها ولی میخوام اینو خودشون متوجه بشه شاید همین حرفی که تو الان اینجا میزنی باعث شه چون قطعا بچا میشتن باعث شه یه انگیزه دوباره ایجاد بشه میدونی شاید اینکه تجربه نداشتم به عنوان کانتنت کریتور تو طولانی مدت یا هر چیزی اینا این باعث شه ولی درک میکنم حرفتو و کاملا با حرفت موافقم کاملا هم, کامل هم درسته قول میدم که حالا شاید اصلا همین باعث شد خودم بیخیال اون داستان صبر کردن بشم برم گیر بدم ولی قربونت اشتباه دم خودت مرسی لطف کردی فعلا سلام مرسی چه عکس پروفایل ممنون این که یادم رفت چی میخواستم اشکال نداره سی ثانیه این که <تصفح> اه... نظرت در مورد الان این ام... یوتیوبره های تازه کار این که همه دارن یه شبیه آریا میشن یا اینکه شبیه میا میشن بلاگاشون و هاشون چیه ببین شبیه شدنه شاید کلا بد نباشه خب اینکه مثلا ممکنه توی یه سری چیزا الگو بگیرن شاید بد نباشه ولی یه مدت که بگذره این شاید توی شروعشون حتی کمک کنه خب مثلا شاید یه سری می ناخواسته شاید اون کپی کردنه باعث بشه یه سری اصول رو رعایت کنن ولی مطمئن باش بعد یه تایم کوتاه متوجه میشن که اون کاراکتر خودشون و خودشون بودن است که باشون کمک میکنه یعنی آره يعني این چیزی که اصلا صد درصدی یعنی شما اگه خودت باش یه ایرادی دارن بچه که میان شروع میکنن کارو باور ندارن که خودشون جذابن آره. یعنی اینو باید بپذیرن که آه خودشون و کاراکتر خودشون چون که این نفر موفق شده میخوان مثل اون آره آره این جاپای کسی بگه مثال سالش خواست بزنم اونایی که فوتبالی هم میدونه آره الان ما در طول تاریخ فوتبال چند بار شنیدیم که مسی جدید مسی جدید مسی جدید, مسیع جدید. یعنی میتونم 20 تا اسم بگم که مسی جدید بودم ولی هیچ چی نشدن تو فوتبال خب و این یه واقعیت محمد عمد. خودت باشی که به جایی برسی اینو باید بپذیرن سلام امیر سلام قربونت فرشم خوش اومدی اولا میخواستم بگم که امیر دمت گم بابت دیشب واقعا کلی خندیدم واقعا قصد دمت گم خیلی خوب بود به دیشب و اینکه یه سال کلی داشتم ازت میخواستم بگم, بگم که با ویورا گیم نمیزنی مثلا ولورانتی آره مرسی واسه نظری که دادی تو من که با ویورا گیم نمیزنم دلیلش اینه که من کلا قدیم نمیزنم گیم نمیزنم با مخاطب بود دلیلش اینه هم که همه همه انگار همه لیاقت ندارن که من بازی کنم خب ببین مثلا ممکن 200 نفر بخوام با من ولورانت بازی کنم ولی من تا وقتی با 200 نفرشون نتونم بازی کنم با هر کسی بازی کنم انگار حق بقیه خورده خوردم من هم چه حسی دارم یا باید یه شرطی باشه با همه بتونم بازی کنم یا اگه نیست و با امکانش واقعا نیست من مخاطب زیادن با هیچ بله نمیدم جدا از اونم حرف آدمی که تو توی گیم ما هست و تو بازیمونه جزی از کانتنت محسوب میشه اگه مثلا من موبین جی آر تی اسکواد میکنم شاید برای فام بودنشه اگه با حنا اسکواد می کنم برای اون کلکلای بینشه مرا مثلا اگه با مگوان میرم ریمو بخاطر خاطر اینکه میخوام اسکواد متری هارد بشه و همه بخاطر این میان که اون جمعه رو ببینن خب اینکه با مخاطب بازی کنم بله درسته که هر مخاطبی که بیاد با من پلی بده لذت میبره از اون لحظه خب ولی اون حجم تعداد زیادی که از ویو را میان میان که اون جمعایی که همیشه میبینن رو نباکنن. یا کانت مورد علاقه شون کنار هم میگه ببینن و اینکه صرفا من مثلا با چند تا ویار نشستم براشون جذاب نیست اولین نکته برای من به هر استریم استریم کانت اینه که اکثریت رضایت داشته باشن چیزی که دارم میبینن و به نظرم با اون کاری که الان داریم میکنیم به اون رضایت میرسیم نه اینکه با مخاطب بخوام پلی بدم سلام خوبی من بچه‌ت خلاص خوبه با حقیقت یه سوالی دارم میدونی که یوتیوب با این الگوریتم های جدیدی که نوشته دیز دالی زده حالا واسه خیلی کمتر بود واسه خیلی بیشتر آه. تو هم که حالا تو یوتیوب بودی به هر حال هم چنل موزگنگو داری موزلند رو داری هم اه... چنل خود اکی. خب خواستم ببینم با این وضعیت که الان پیش اومده بیشتر همون حالت روند عادی خود داری چون به نظرم واسه تو فرقی نمیکنه چون هم استریم تو داری هم یوتیوب و آه. به نظرت بقیه چطور مثلا بیشتری ها سمت استریم میرن یا بیشتری اصلا ول کردن کنی چیز خاصی نشده که کلا 20 درصد حدود 15 20 درصد از درآمدا حساب نمیشه اونم موقتا حالا شاید ممکنه این عوض شه ممکنه دیگه حالا حالا دیگه اگه ای قراره به اینکه ممکنه چی بشه فکر کنی که اصلا هیچ وقت نباید شروع کنی هیچ کاری ممکنه الان فردا کل ریمیت دونیتاش قطع شه کل دونوجیجی جی جی قطع شه چیزی دونیت نتونه بگیره ممکنه که به درد نمیخوره الان چه اتفاقی داره میفته الان ما بری کار کنی اولا که کلا کاری مثل استریمر یوتیوبری که اصلا تضمین نشده است یعنی اصلا اگه این 20 درصد هم اتفاق نمیافتاد آدمت بپذیره تو همچین داستانی که میاد هیچ چیزی تز... هیچ تضمینی وجود نداره که شما سال دیگه مثلا به فلان قد درآمد میرسی یا ممکنه اصلا سال دیگه یوتیوب حال کنه مثلا یهو یه بگه آقا ما درآمدتون نصف میکنیم مثلا اینقدر میکنیم پول بدیم بهتون میدونید دست یوتیوب کاملا ممکن اصلا میگه می یک سوم میکنیم درآمدتون شما هیچ کاری نمیتونی و یه چیز تضمین نشده است و همیشه در حال تغییر همونطور که مثلا چند وقت پیشا هم چند سال پیش بود بود یه قانون جدیدی اومد واسه کانالایی که برای بچه ها ویدیو می برای کودک ها ویدیو می و درآمدشون خیلی محدودتر شد و تبلیغاشون محدود شد دیگه هر تبلیغ روی اون کانال ها نمی و و خیلی از کانال هایی که اینجوری بودن نابود شدن خب و این چیز نرمالیه تو این داستان توی ای استریم هم همینه هم ممکنه الان فردا اصلا دولت بیاد بگه آقا استریم اصلا است استریم کردن کار غیر یا فقط به تو آپارات استریم حرامه اصلا یهو بگن حرامه خب مثال میزنم دیگه ممکنه هر چیزی ممکنه اینکه بخوام بگی در آینده فس احتمال داره اتفاق بیفته انجامش ندم حرف مسخره ایه یعنی حتی اگه 20 درصد هم کم شده باز باید شروع کنی کار کنی و جلو بری تو این داستان سلام خوبی من دو تا سوال داشتم چرا باز سکشا و مترزک ویدیو درست کنی؟ بس آخه یه جوری میگه انگار مثلا با همه درست کردم یعنی فقط اینا موندن <laughs> درست نکردم دیگه یعنی نشده شرایطش پیش نیومده ببین وقت بعد 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 ما رو تو اینستاگرام فالو هم نمیکنه چه ویدیویی باش بده یه <تصفح> <تصفح> فالوینگ داره فکر کنم سیک دوست نداره با ما ویدیو بده بعد نظر راجع به فیمساجی که اومد ایران به نظر کانتنتش رو میتونه میتونست قبل که تو ترکیه بود درست کنه ببین کانتنت که همه جا هست حالا ایران ترکیه نداره ولی خب اینکه ممنوع خروج شد خیلی ناراحت شدم جدی حالا اگه به نظر منطقی بود ممنون خروج شد که وقتی داشت میرفت به اه... مورد مشکل نمیم گفت سربازی دارم و اینا با هزار حرکت و این داستان پیچیدم رفتم همشه جرعتیت برگرده ولی به هر حال ممنوع خروج شد خیلی هم ناراحت شدم امیدوارم که این مشکلش حل شده به سربازی و توضیح نداده ولی کانتنت تو ایران آره هست همونطور تو که تو الان کانتنت ساخته شهر مختلف رفته همونجوری که ترکیه هم میرفت میتونه بسازه ولی خب محدودیت داره دیگه مثلا میرفت تو ترکیه شماره میداد به دخترها، اینجا بره این کار کنه داستان میشه <applause> آره به نظر چرا کامیونیتی یوتیوب ایران فقط ریاکت و گیمه یعنی پیشرفتی نداره کامنتی یوتیوب ایران ببین پیشرفت پیش چی اخر وقت نمیدونم پیشرفت چی میبینید مثلا اینکه ریاکت باشه خب شاید مثلا ولاگ مثلا یا علمه چیز دیگه میتند درست کنن که درست نمیکنه خب ببین نمیشه ایراد گرفت شاید دوستان مثلا شاید اصلا یه کامنتی کانال دوستان باشه ولاگ بسازه اونایی که دوست دارن ولاگ بسازن چرا نمی سازن مثلا اینه چرا اونایی که مثلا میتونن ولاگ بسازن نمیان ولاگ بسازن یا چرا ولاگ خوب نمی سازن دیده بشه البته که مثلا ما نمونه دارن نیچوکو دارن الان می سازه و میاد میگه که من برام مثلا جای تعجب داره چرا مثلا ویو نمیخوره وقتی خب میدونی کامیونیتی وقتی ویور هم علاقه نشون ندن اون طرف خب برش دیوون است بیاد مثلا یه ویدیوی بسازه که نسبت به بقیه ویدیوهاش کمتر ویو میخوره و درآمد کمتری داره خب آدم بعد ویدئویی میسازه که مخاطبش بخواد دیگه تا وقتی مخاطب سلیقش محدود و میخواد سلیقش رو گسترش بده نمیشه اعتراض کرد به مثلا کانتنت کریتور همونطور که فرشاد سایلنت هم میخواست کلا بره به سمت ولاگ بعد انقدر از سمت مخاطباش این ریاکشنو گرفت که نه ریاکت هم باشه ریاکت هم باشه حالا با همچنان داره ریاکت میذاره یه گوداری ولاگ هم میذاره یعنی پلنش عوض شد میگم تو وقتی خود مخاطبا به این سمت نرن نمیشه به کانتنت اعتراضی کرد سلام مرسی آمده. دعوت هم قبول کرد آشمده. ببین من یه سوال دارم در مورد این همین پستی که گذاشت آقا خیلی هم میگن افراد مثلا 15 16 سال خیلی بچه سالن از راز ذهنیت این آقا من میخوام یه چیزی رو بگم اینکه خیلی من خودم الان 16 سالم ولی مغزیت هم 16 سال نیست مثلا اینو گذاشی واقعا فهمیدم شوخی خیلی هم خندیدم و خیلی زایی بود ولی بعضی هم مثلا میان حتی مثلا میرم تو وایس اینا مثلا بهم میان تو بچه سادی از صدا و اینجور چیزا که واقعا به بر میخوره از هم خوشم نمیاد و دارم میخوام این فرهنگ سازیش آقا هر کسی هر جردی گردو نیست چه داستانی این سب... مثلا کسی بچه گونه باشه اینا آره مثلا میان میان چون تو 16 سالته بچه سادی خب تو هنوز به اون حرف نزدی یه از صحبت اون بد میبین چی میشه چی بگم والا که کنن یه سوال دیگه هم داشتم ببخشید <تصفح> این که من الان دارم استریم و یوتیوب و استارتشون میزنم و یکم تنبل بازی در ولی خب دارم میذارمش کنار و واقعا سر چجوری بگم سنگ تموم گذاشتم و ویو هم گرفتم نسبت اولین ویدیوم و اینا واقعا خوشحال شدم ولی چجوری بگم دقت یعنی کامیونیتی ایران خب مثلا تویچش چجور بگم انگاری ایکی پی مثلا برکا ایزد آریکویسر, جوری خوب بعد من مثلا بیشتر دارم خود اخلاقی هم مثلا سمت ایکی مثلا شما و اینا میخوره بعد دارم میخواد مثلا در اینجور کامیلتیش هم تا مثلا کامیلتیش هم اینام چون واقعا به اخلاقیت هم میخواد. بعد باید چجوری اینو برم چون یه بارم با یکی از دوستانم صحبت کردم و واقعا نتونست کمک کنم ببین اکیپی که مثلا میگیم مثلا ما گنگ نداریم مثلا این بچه بیاد جوینش کنید خب نه آره اینو که مثلا نه همه مثلا مثلا چه میدونم هر جامعه دیگه ای مثلا چه میدونم هر, هر گروهی دیگه تو مدرسه تو چه میدونم دانشگاه تو محل یه سری آدما با هم یه رفیق میشن با هم حال میکنن به هم دیگه ناخداگا نزدیک میشن یعنی مثلا من چه میدونم ممکنه آره آره میدونم؟ اخلاقی مثلا نزدیک باش اخلاقی مثلا و اینکه مثلا فلان کانتنت که تو دوست داره مثلا توی مثلا میگم جمع ایکس ری اینا باشه و مثلا تو تیم ایکس ری باشه یا مثلا با اونا استریم کنه بستگی این داره که مثلا باشون رفیق بشه چه میدونم اونا باش حال کنه آره دو طرف است یعنی آره میفهمم حالت مثلا باید. یه گیت, گیت نیست که مثلا میگم بیاد تو این گیت رد شو مثلا بود این دوستا آره دیگه خیلی واسون میشد مرسی که قبول کردید آره چم موفق باشی که مثلا نظر راجع به چیه یعنی کلا کانتنت آرپی اینا با احترام به تمام آرپی بازایی عزیز کشورمون من واقعا از آرپی تو ایران متنفرم یعنی به نظرم یه فضایی شده آرپی که تو ایران میبینم و رول پلی تو ایران یه فضایی شده به هر ان چیزی که در زندگی واقعی نمیرسن میخوان تو آرپی برسن و به هر ان چیزی که تو آرپی میرسن فکر میکنم تو زندگی واقعیشون رسیدن یعنی طرف واقعا احساس میکنه سرهنگی کلانتریه بعد نه که مثلا بگی چقدر خوب داره آرپی میکنه ها تو رفتارش تو دیسکورد تو رفاقتش اصلا این سه چیز عجیب غریب واقعا من نفهم چجوری هم ممکنه ولی بچه ها تو ایران این درجه رسیدن تبریک میگم بهشون یه فضایی شده فضایی پر از آدم های ای پر از آدم که همدیگه رو میخوان تهدید کنن زیر همدیگه بکشن نمیدونم من زیر فلانی بودم بره صدای اون رو ریکورد کنه صدای فلانی ریکورد کنه زیر اون بکشه اصلا این چیز چیزای عجیب غریب یادشون رفته که اصلا میان که بازی کنن و لذت ببرن و تفریح کنن و واقعا امیدوارم که عوض شه مسیر چون من که اصلا این داستان وارد دمش... من... خودم یکی دو سال پیش همون تو سرور مسی پلی میده دیه سال پیش اینا خوش اومد می‌خواستم منم باز میری یا ندیه میگم اگه حس کنم مثلا تو چه میدونم توی, توی سرور این فضای تاکسیک وجود نداره آدم میخواد به لذت ببره چی میگم می خیلی خیلی اون موقع ها اینجوری بود یعنی مثلا نه مثلا چیز عجیب غریب میدیدی اصلا مثلا میرفت تو بازی بعد میدیدی طرف مثلا تو ا... مثلا ادمین حتی تو استریم با تو حال نمیکنه با کاراکترت بعد تو گیم میو بذارم حالا اینجا نشستی من خاطرم تعریف کنم نمونهش بود مثلا یه بنده خدایی بود اه... توی سرور مسی ساده بود اون موقع بعد این پلیس بود و این داستان ما وارد سرور شدیم بعد این میدونستم مثلا دورادور با من حال نمیکنه این حرف بعد تو پم بنزین بودم اومد منو کشت به عنوان ادمین یعنی پلیس پلیس بود تو بازی من بود اومد منو کشت بعد بنزین ریخ روم تو پم بنزین بعد شلی کرد به بنزین ماشینم بغل نبود ماشینمو ترکوند منو آتیش زد بعد خندید بعد خودش به عنوان ادمین رفت داخل پنل ادمینی خودش 48 ساعت بند کرد و گفتش که میکنم که این کارو بات کردم همینجوری بعد من, من بودم که اصلا یعنی چی و آدمی که مثلا سنش پایین باشم نه مثلا آدم مثلا 27 8 ساله و اونجا بود که به خودم گفتم پسر بیا بیرون این دیونه خونه که <laughs> وجود داره و اینو انقدر زیاد دیدم و تو نمیفهمم میگم مشکل این سروره تو 10 تا سرور تو اصلا کلا تو داستان آرپی تو ایران خیلی دیدم بعضی ها واقعا انگار به هر چیزی که تو زندگیشون نرسیدن میخوان اونجا برسن و همین دیگه ان موفق باشن واقعا چرا که حقوق بازنشستگیشون رو بگیرن از سرورشون بخش من استریم شما تازه دارم میبینم یه, یه ماه حول میدنم بعد خب بدون اینکه قبل از میدیم که مثلا یه ویدیو رو تکاتیف میدیم مثلا خیلی جه ها یکی دو مثلا تو اونیسا ولی دیگه زیاد پیگیر نمودن ولی مثلا تو این یک شمایی که مادم نواد کردم واقعا به خصوص اون <تصفح> خودت به خصوص اون بیبکمت خیلی باحال حالی کردم مثلا اون کیفیتی که داره تو مثلا تو ویدیو تو استریم رو یعنی مثلا رو حالت ده هشت آدم میذاره خیلی آدم راحت نگاه میکنه اورگاست میرسه قبول دارم خیلی خوب <applause> 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 بعد یه سوال داشت حالا برای بچه گونه یه سوال دارم آدمی که میخواد تازه مثلا یوتیوب رو شروع کنه آه. بیشتر ایرانی به خاطر مثلا فیس صورت و اینا قبول دارن دیگه میگن که آقا ویب از نزداریم بهتره خیلی از خیلی سوال مسخری بچه گونه بیاد ولی برام سوال بود بهتره من... چرا ن... نمیدونم والا خودم من نمیدونم چرا اینطوری میخوام به خاطر اعتماد نفسی که پایینه میگه چیکار کنیم مثلا توی که مثلا استریمت کلی پولی... از نظر سابقه و نه مثلا... اول از همه باید خود... تجربه ای که داری و کلا زندگی نا یاد یکی که اول از همه خودت دوست داشته باشی نه کسی که هنوز خودشو دوست خود داره من 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 فقط الان چه مشکل دارم یوتیوبتون ویدیو بزنم همه جا اوکی ام از نظر خودم پیش میمیرم اگه به چهره باشه من که شبید اخو مرغم اخیر. واقعا <تصفح> 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 به قیافه نیست مثلا من چون هم شبید برتفیت که نیستم مثلا بگم به خاطر قیافم دارم ولی مثلا تو ویدیو ها مثلا واقعا نمیخوام مثلا بگم خیلی بگم میگه خودت باشی بهتر مثلا خیلی من از اخلاقی هم مثلا یه پوشی باشه میگن نگوینم ولی میگم حسن میگه آدم خودش باشه خیلی بهتره اول از همه که ممکنه هر کسی خودش باشه بعضی ما خوبم نباشه بعضی خودشون خیلی گوهن خب نه نه اصلا میبینی فلان مورد داشتیم میگم اخیرا دراما شده بود فلان استریم خودشه خب خیلی هم خودشه, خودشه, خودشه. آه. ولی مثلا با می اومد فوش خارم میکشید فلان به استریم میدونم میدونم که میدونم که می خودتون باشید نا، نا. خودتون هم دوست داشته باشید ولی در قالب قوانین توییچ یعنی بلی... قو... قوانین یعنی قوانین آدم باشه آره قوانین قوانین ممکن چیز دیگه قوانین رعایت کنید جدا از اون خودتون دوست داشته باشید وقتی خودتون دوست داشت ببین گفت بشه بچه‌ها میشم گفتم گفتم اگه تو دوست داشته باشی پیشرفت می‌کنی و مخاطب جذب میکنه خب وقتی تو خودت دوست نداشته باشی چجوری میتونی مخاطب تو دوست داشته باشی خب بعد به این این قدم اول رد کنی خودت دوست داشته باشی بعد مخاطب تو دوست داشته باشی کارت دوست داشته باشی ان که موفق من بکنم حال میکنم ولی فقط هم این سوال مشکل من نمیدی مثلا از اخلاقی دی. اوکی باشی ولی مثلا خوشگل باشی منظورم سرد نباشی این بستگی داره من اگه خودت آدم خوشگلی هستی ممکنه اون آدم خوشگل باشه برای جذاب باشه خب من <applause> ما مورد داریم تو کاندیدیتوری مثلا خارجی که موفق هم هستن بعضی اصلا خوشیان خب و اون خشک بودنه شاید جذابه. یا مثلا میریم مثلا مثل مثال بخوام مثل بزنم مثلا یکی مثل کوروش پارتنر میاپلیز پلیز بسیار اکتیو و فعال و فانه و یکی مثلا پارتنر خوتن مثلا مدلش مثلا مدل آروم و, خودم و حالا خودمون حالا یوبس و این مدلیه خب و اون جذاب دیگه چی میگم هر کی تو قالب خودش میتونه جذاب باشه این صرفا نمیشه گفت همه باید مثلا کوروش اکتیو بود یه پارتنر اکتیو آره خدا خب خب بدارم اوکی چه میشه دمت گرم قربون فرات چم مرسی که اومدید مرسی سلام علیکم خوبی به باشه صدای جذاب قربون تو خوبی چطوری بی بیبی چرا خوش اومدی این سری محتواها به ظاهر آدم ها به چی میگن همون سنشون بس ای نداره اینا هیچ ولی این همیشه تو ذهنم بود. الان پی دی پای داره پیر میشه دیگه. خب. الان میخواد اینو بذاره کنار از یوتیوبش رو بعدش میخواد چیکار کنه؟ هنوز تا الان که خوش بسته. خب اصلا واضحه انقدر قرار داده خفن انقدر درآمد از یوتیوب انقدر اسپانسر فلان بیسته. خوش که بسته. خب تو اون سن <تصح> یه جراح شاید نتونیم انقدر که اون خودشو بسته، چراو خودشو خب شکی توش نیست. کامل خودشو بسته. یا مثلا بگی تا 40 سالگی خب بعد دیگه فلان میشه میخواد بکنه ممکنه یه جراح هم تا چهل سالگی کلی درآمد داشته باشه مو توی دستش آسیب ببینه دیگه نتونه جراحی کنه خب و هزار چیز دیگه یا ممکنه یه فوتبالیست پاش آسیب ببینه مثلا ممکنه مطبعی. چه رونالدو هم مثلا تو 37 و... سالگی 8 سالگی،, سالگی فوتبالش تموم شه خب و مطمئن باش همون یوتیوبره باز از رونالدو سن کارش خیلی بالاتره میتونه تا 50 60 سالگی محدودیتی نداره خب حالا اگه تو میگی به هر دلیلی شاید نتونه مثلا بیشتر از 50 سال کانتنت کانتنت بسازه و مرو به افت باشه خوش بسته کاملا بعدش میره سراغ استریم استریم میکنه اصلا اصلا میره استراحت میکنه اینقدر خوش بسته که اصلا این مهم قراره چیکار کنه یعنی میدونین چیه یه کسی مثل رونالدو الان برنامه‌اش اینه که من تا اینقدر سادگی که میکشم تو هم بازی میکنم بعدش میرم برند دمو میزنم نوشابه رو نال دو اونم برند برند اینجا الان داره تو لباسشو میفروشه هودیشو میفروشه کفششو میفروشه مرشیشو شده بره. حالا با نینجا خیلی حالا کاری نه ولی این که میگیم مثلا کسی مثل پیودی پای انقدر قرارداد و اسپانسر و خود بوده یوتیوب و اینا رو در آورده که بسته خودشو اینا را راستش قبول ندارم مثل میمونه که ببین اخه نه کن فرض کن که تو خیلی درآمد داره شوش. خیلی درآمد داره هاو نمیدونی چقدر داره. بیا و قبول داشته علی سلام سلام بیبی ببین رو ببین نه تو مثلا میمونه که بگی من الان یه جراحم خب هر روز میرم مثلا از صبح تا شب کار میکنم کار میکنم کار میکنم تا 60 سالگی بارو بندیل خودم میبندم بعد میرم پیش خواهدم ظاهرش که اوکی خب باطنش هم اینه که اوکی آره دیگه چی الان مستو. ببین یه جمله هست علی میگه پول پول میاره شنیدی ببین ببین یارو به یه آه ول کن <applause> الان بزرگ پول پول میاره یا نمیاره به نظرت درسته خب طرف اینقدی پول داره خو که خیلی راحت سرمایه گذاری میخواد بکنه اصلا درگیر این هم نمیشه که بفهمه سهام چیه میاد یه درصد خیلی خوبی به بقیه میده یا آقا شما کسی که مثلا حالیت مثلا بورس چجوریه کریپتو چجوریه دهت چیز دیگه چجوریه خب بیبی تو بیا این پول رو بگیر سرمایه گذاری کن واسم بعد هر موقع که مثلا سود برداشتی پنجا دستش هم مثلا تو بردار بیبی بی. بعد اون نصفه دیگر رو بده به من خب و اون نصفه دیگر رو برمیداره تا ابد و ده زندگی میکنه چون اینقدر حجم پول بالاه که اون چسمسخال سودی که در میاره کل زندگی طرف رو میبنده علاوه بر اون تا اون لحظه هم طرف خونش رو گرفته قصرش رو گرفته نمیدونم ویلاش رو گرفته ماشینش رو گرفته یاتی که میخواد تو آب باش بره رو گرفته هرچی میخواد و گرفته یه خرید جدیدی هم نداره که اشخالش رو میکنه بیمارستان زیر خونه ساخته دقیقا, دقیقا. این که من اگه میدونستم با بیبی نامت میشه نه آن نارد نشه شکر ببین یعنی اینجوری خود ازش رو یعنی برنامه آینده امثال شما آریا که اوکسر آروین هر یوتیوبری که هست اینه که من تا این سنی که عشقم بکشه ویدیو درست میکنم بارو بندیلم میبندم واسه عشقه حال بقیه عمرم من نه من راستشو بخوای برخلاف چیزی که مثلا بچه ها متوجه نیستن سر داستانه من اینه که من اصلا واقعا واسه مهم نیستش که یوتیوب و استریم داشته باشم یا نداشته باشم عشق و حالمه خب ازش درآمد دارم از یوتیوب اما درآمدم هم کم نیست خوبه اوکی هم باش واقعا به زندگی هم کمک میکنه ولی چرا تو این تایمی که مثلا صحبت قطع شدن یوتیوب بود همه بچه ها باید به این فکر میکردن که دارن چیکار میکنن مثلا اگه فیمه سازی حاجی فرزن ترکیه بود و به این فکر میکردن که وای حالا کی مثلا بیادش اجاره خونه ای منو بده اونی که رفته مثلا چه میدونم یه کشور دیگه درگیرش بود و دغدغش بود و زندگی های همه رو تحت تاثیر قرار میداد ولی من اینجوری بودم که خب من که واسم فرقی نمیکنه من الان باید پایان نامه رو تمام کنم بعدش میرم سر کار هرچی میخوام از یوتیوب در بیارم یک برابرش هم اون طرف دارم درآمد باشه خب کن. من داستانم واقعا هم من داستانم فرق میکنه یعنی اصلا واسه مهم نیست خب ولی بقیه بچه‌ها راه درست براشون اینه چون میبینم خیلی ها ولخرجی میکنن راه درست اینه که یکم کمتر ولخرجی کنن پولاشونو رو ذخیره کنن توی سیستم های درست سرمایه گذاری کنن توی ایران که بکنی تو بورس که ریدی نباید کاری بکنی ولی یه سیستم درست سرمایه گذاری باید شناسایی کنی توی اونجا سرمایه گذاری کنی تو بلند مدت کلی تاثیر میذاره نظر مالی روی آدم بخاطر اینکه یوتیوب تویچ و اینجور جاها حساب کتاب ندارن طرف امروز تو بورس فردا دیگه خب و باید آمادگی اینو داشته باشه که بره کنار چون نه بیمه بیکاری داری نه تأثیری واسط میذاره اینجور چیزا هیچ کسی هم نمیادش بگه ای بابا تو دیروز درآمد داشتی امروز نداری بیا حالا ما کمکت میکنیم نه هیچ خبری نیستش خودت باید حواست به خودت باشه باید تصمیمات بیزینسی درست بگیری واسه خودت خب و... و... یعنی تو میگی که منطقه این راه اینه که طرف در بیاره در بیاره در بیاره بعد بزار کنار بشینه تو کار نه دیگه دار همش هم در میاره در میاره اونجوری هم در نیاره <applause> یکم از اونایی که داره در میاره رو مصرف کنه یکمش از همون اول بذاره سرمایه گذاری یعنی طرف اینو این عادت رو داشته باشه که آقا مثلا من در ماه هر چقدر درآمد از یوتیوب دارم 60 درصدش رو استفاده روزمره زندگیم باشه مثلا چهل درصدش رو سرمایه گذاری کنم تو خموقات توی نشین تو اینو قبول داری که درآمد اول کانتنت کریتور یوتیوبشونه الان ام... الان یعنی چی یعنی غیر از الان چی میتونه بشه تو تایم دیگه ای چیز دیگه ای بوده یه زمانی بوده که استریم خیلی خوب بوده یه زمانی بوده که اینستا خیلی خوب بوده همین اش اگه مثلا کسی مثل آریا تصمیم بگیره که استوری های تبلیغاتیشو بیشتر بکنه پولی که نسبت به تایم در میاره از اون 15 ثانیه 15 ثانیه خیلی بیشتر از یه دونه ویدیو گیم که میذاره توی اون تایمی که ده دقیقه بخواد ویدیو عادی رکورد بکنه 100 تا 150 تا استوری میگیره همه هم, هم تبلیغاتی هر کدومش هم راحت 20 میلیون تومان پولش دیگه بیشتر يعني... از اون ویدیو درآمد خب، داره حالا الان قبول داری الان بچه ها منبع اصلی درآمدشون و درآمدی که یک کم امنتر از جای دیگه بوده یوتیوب اونم به خاطر اینکه وابسته به جیب مخاطب نبوده وابسته به ویوی مخاطب بوده بعد <applause> یه سال دیگه که الان تام خوبه اینی اینجایی اینه, که این قضیه حالا سی نفر منتظره از, 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 از که اومدم سر آی پی یوتیوب و اینا اینکه میگن خب ممکنه کاملی بیاد شناسایی کنه ایران رو ببنده و دست واسه یوتیوب همین چه یه چنده خب. ای مثل فرشاد سایلنت و گوکسر میخوان چکار کنم بعدش خب دیگه هر از همون, همون اولش وارد این بیزینس شدن اگه اینترنت ایران رو میبستن میخواستن چیکار کنن همون کاری که اون موقع میخواستم بکنن و الان باید بکنن چون وقتی وارد این قضیه میشی بعد اینو بپذیری که آره درآمدش درآمد جذابیه ولی از اون طرف ریسکش هم بالاست نه همیشه اتفاق هم تو مسیر آدم میفته دیگه من چه من خودم توی شرکت کار میکردم دو ماه بعد اینکه استفاده ورشکست شد اینا استفاده نمیدادن منم با اونا ورشکست میشدم خب تو موضوع تر اومدم بیرون مسیرم عوض کردم این دیگه بس زندگی افراد داره هر کی چه تصمیم گرفته کی عاقل بوده کی هوشمند بوده کی به قول معروف تمام تو خموش تو یه نچیده یه بکاپ پلن داره می چی میگم دیگه به هر فردی متفاوته دیگه الو سلام خوش اومدی چطوری سلام من سلام داری بله بله بفرمایید خب اولین سوالی که دارم اینه که صندلی داغ بعدیت با کیه هنوز معلوم نیست دعوت نکردم ولی تقریبا هر کانتنت که به ذهنت برسه قرار دعوت بشه و هر کسی که اکسپت کنه میاد دیگه. و اول با آروین بود. با آروین چشمه که دعوت کردم دوستاش بیاد حتما. حالا بعد میگم فعلا معرفی بشه صندلی داغ بچه فرماتش رو ببینن اوکی بودن دوست داشته باشن میان حتما. بعد یکی دیگه از این بحث هم این بحث بچه بودن و بعضی از ویور بود آه. که زیر 18 سال خب این که ما زیر 18 سالی الان و خوشمون اومده از کانتنتو دست خودمون این نیست که مثلا تو میتونی گارانتی کنی که دو سال دیگه که من رسن رسیدم تو باشی اصلا استریم کنی نه, نه خب نمیتونی آره نمیتونی همچین گارانتی بید بله نمیتونی و واسه هم دست ما نیست واقعا که همچین چیزی شده نمیتونید به این برزن به این نیست به تفکر ماست که ما مثل بچه فکر کنیم یا نه خب درسته بعد من دیدم مثلا یه بند خدا اومد صداش یه ذره مثلا یعنی بچه نه سال ده ساله ها میخورم مثلا داخل چت همه این چیزه رو فرستادن اسمش نمیدونم چیه ایموت فرستادن آره جا... اسم خود ایموت رو نمیدونم چیه آه. این بند خدا خوب گناه داره دیگه مثلا ایشون اومده وقت گذاشته اومده ایستاده اینجا تونید مثلا به اینجوری باش برخورد کنی مثلا ویو رو میگم تمام بعد نه اینکه اوکی ببین مثلا تهم. طرف اومده اینجا من که برای من دوست داره لطف کرده اومده بالا من نظرش شنیدم با احترام باش باید صحبت کردم حالا اینکه بقیه بله بله من خودتو نمیگم منظورم کامیونیتیه آره من متوجه هستم خب میگم خیلی از رفتارات کامیونیتی اشتباه همین داستانی که شما اندری داخل چت میگی اتفاق افتاده شاید حتی به خاطر سن پایینه باز مخاطب باش یعنی اینکه میگی خب من الان چه گناهی کردم تو دوست دارم اونا اون کسی که زیر 18 ساله و کانتنت منو دوست داره اینه که کانتنت من اکثرا مثبت 18 ساله همین استریم هم الان مچیور کانتنت برای افراد بالغ و اشتباهش می اینه من حتی شما ممکن یه نفر بیرون ببینم 15 سالش باشه خیلی هم منو دوست داره ولی خب من من اون لحظه که اون طرفو میبینم ناراحت میشم از اینکه داره کانتنت منو دنبال میکنه چون به هر حال کلی آدم فکر کردن که آیا یه چیزی برای یه سنی خوب هست یا نیست و نتیجه این بوده که خوب نیست خب خیلی اومدن بررسی کردن روش فکر کردن از من توی این موضوع بیشتر تحقیق کردم به نتیجه رسیدن و من مناسب نمیدونم شاید چون من من کارشناس نیستم ولی اینو می... میفهمم که اونایی که کارشناس بودن درک کردن که فلان حرف اگه زده میشه یه آدم زیر 18 سال نشنبه بهتره حالا اگه مثلا فلان آدم 18 سال بلوغ فکری کاملی داره دلیل نمیشه بگیم خب باشه پس ببین بچه‌ها یه نفر از زیر 18 سال درک میکنه پس بیایم واسه زیر 18 که مناسبش نیست بذاریم در کل شاید اینکه آدم توی سن مناسبی یه کانتنتی که مناسبش نیست تو، دنبال بکنه بده به دلیلش هم اینه که مثلا تو میای میگی مثلا ما چرا میگیم این رفتاری که داریم میبینیم مثلا افراد سن پایینه الان مثال ساده است فکر کنم مثلا یه کانتنتی دارن دنبال میکنه مناسب سنشون نیست و میان رفتاری از خودشون نشون میدن که رفتاره هم مناسب سن مناسب سن اون کامیونیتی نیست مثلا وقتی من میان با آرمان شوخی میکنم مطمئنم اکثر افرادی که بالا 18 سالن درک میکنن که آقا این شوخیه ولی از اون مطمئنم اکثر افرادی که زیر 18 سالن درک نمیکنن این رو و میان به راحتی توهین میکنن خب پس تویی که میگی اون آدم چه گناهی کرده کانتنت تو دو، کانتنت تو رو دوست داره گناهش اینه که داره کانتنتی دنبال میکنه که مناسب سنش نیست و شاید درکش نکنه و بیاد با اون کامنتی که داره میکنه اون باز خود نامناسبش هم من ناراحت کنم بقیه رو خب و اون لحظه درک نمیکنه که داره این کارو میکنه ها بعدن که بزرگ شد میگه عجب آدم بودم چه اشتباهی کردم همونطور که من امیر ایزت توی سن زیر 18 سال شاید توی جاهای فعالیت میکردم تو اینترنت که مناسب سنم نبوده و الان میفهمم اون موقع چه اشتباهی میکردم چه جاهایی چه نظرات اشتباهی میدادم چه جاهایی چه میری شاید اصلا روم نشه خیلی کاری که زیر 18 سال بودم تو اینترنت میکردم به کسی نشون بدم خب و اگه تو اون سن رعایت میکردم این موضوع رو الان از اون دوران پشیمون نبودم اینه داستانش وگرنه حالا خیلی میان میگن نداداش به سن ربطی نداره نمیدونم این حرفا نمیدونم اونا کارشناسن یا من کارشناسم اونا که کارشناسی کردن میگن آقا فلان کاندین برای این سن مناسب نیست کارشناساش میگن مناسب نیست دیگه ما کی باشیم که بخوام بگیم هست یا نیست این چیزی که من درک با. میکنم از این موضوع مثلا میگن فلان فیلمو اصلا درست نباید ببینن دیگه خب وقتی کارشناساش تشخیص میدن که مثلا فلان فیلم ترسناک و فلان رده سنی نباید ببینن یه چیزی میدونن که من نمیدونم یه روش تحقیق کردم حالا من بیا میگم نه آقا من بابا من بزرگ شدم من ببینم من, ببینم. من اصلا نمیترسم خب او شاید اون لحظه ببینم فیلم نه فلان من, فلان من که هم گفتم ادعایی برای ندارم که مثلا نه کله میگم این که می این, می کسان هم می این برام میگم شاید الان خیلی ها ناراحت بشن میگن نه بابا من زیر 18 سالمه این همه تو رو دوست دارم و تو اینجوری میگی بهش بر بخوره خب ولی این واقعیتی که وجود داره دیگه بخوایم نخوایم ممکنه اگر اکثر کسایی که زیر سن قانونی هست کانتتی ببینن که مناسب سنشون نیست تاثیر منفی بذاره و این منو راحت میکنه اگه بدونم مخاطبم تاثیر منفی گذاشته اوکی من سوال شینه مفتو اودینس میکنم که لگت اذیت نکنم هم خودم هم بر که هدفت تو زندگی چیه ولی من هدفی که دارم اینه که تا جایی که میتونم از زندگی واقعا لذت ببرم و کنار اطرافیانم حالم خوب باشه و جوری زندگی کنم که بعدا که به گذشتم نگاه کردم حداقل حسرت چیزایی که تجربه کردم و حتی چیزایی که تو زندگی بودن نخورم و میزان پشیمونیم تو کمترین حالت ممکن باشه نمیشه که اصلا جوری زندگی کنی که حسرت نخوری و پشیمون نباشی اما سعی کنم حداقل جوی زندگی کنم که تو حداقل خودش باشه و بعدم میاد از این اینکه الان مثلا میبینم بعضی از بزرگترهای ما میگن مثلا مثلا چه امیر جان ما اشتباه کردیم فلان اصلیمون گرفتیم فلان ریسک نکردیم نمیدونم فلان کارو نکردیم ترسیدیم فلان من دوست دارم اینجوری زندگی نکنم یعنی زندگی جوری نباشه که توی سن 50 سالگی بگم کاش فلان کارو میکردم کاش فلان کارو نمیکردم کاش 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 ما دوست دارم این در نهایت بخوام میگم هدفم اینه که زندگی خیلی پر از کاش نباشه در آینده امیز, امیز چند وقت داری کار میکنی؟ خیلی وقت هم کار میکنم <تصفح> تو توییش ایچ منظورته؟ نه کلن دیگه کانتنت کریتور شدی کانتنت کریتور شاید ببین توی که فکر کنم نزدیکیم دیگه خیلی نزدیکیم به چهار سال فکر کنم شاید یکی دو ماه فکر کنم خیلی نزدیکیم چه گفت چهار سال ولی خودم اکی کانتنت کریتور میدونم شاید واقعا یه ساله کانتنت کریتور محسوب بشم نظر خودم ولی و یعنی فعالیتم رو تویچ و این داستان از نزدیک به چهار سال پیش زیادم فعالیت کردم نمیدونم مثلا یه سال دارم زیاد فعالیت کنم نه یه سال خودم رو شاید کانتنت کریتور بدونم بعد دراما دوست داری؟ اینقدر دراما میکنی؟ هاشم میاری و عمر رو میاری دراما میکنی؟ دراما دوست دارم یا ندارم که ببین یه سری مسائل وجود داره مثلا میگم تو میای یه کاری میکنی خیلی ها ترجیح خب خب دیگه بند شدی دیگه مثلا بن شدی خب. خب خیلی ها میخوا... خیلی راجع این موضوع سکوت میکنن خب و میترسن که نظرشون رو بگم من آدم این نیستم که نظرم رو نگم اونا دوست ندارن از اینکه چهره واقعیشون یا نظر واقعیشون شنیده بشه به هر دلیلی من مشکل دارم با این موضوع آدم ب... به شدت موافقه اینم که آدم باید موزش تا هر مو... هر چیزی توی اون داستان مشخص باشه یه یه سری موزش رو مشخص نمی‌کنن یعنی نگرانن از یه سری مسائل موزش رو مشخص نمی‌کنن اینکه من نظرم در مورد هر کسی مشخصه و چت هم میدونه که من نظرم در مورد فلانی چیه در مورد کار فلان آدم چیه این با ارزشه این که مثلا الان چه میدونم فلان اتفاق تو کشور میفته برای مثال میگم اون داستان سقوط هواپیما خب و هیچ کس مثلا نیاد هیچی بگه و یه عده بیان حرف بزنن برای من یه ذره عجیبه که آیا چرا مثلا ده نفر سکوت کردن موزه شون مشخص نکردن سه نفر اومدن صحبت کردن من ترجیح میدم به اون سه نفر احترام بذارم که موزه خودشون مشخص میکنن در مورد هر نکته احساس تو ایرانی یه موقع مثلا اذیت بشی یا مثلا مثال بکیشن... بود مثال بود یعنی... نه نه آقا من یه سری اومده بودم تو استریمه بعد ها. دیدم دارید درباره قمار و اینا صحبت میکنی بحث یه جدی شده بود اینا تو احساس می‌کنی یه موقع ایران اذیت بشی سر این موضوع ایرانی هم بشیم اذیت میشیم دیگه بهتر اینه که هیچی نمی با... یه چی کلا یه ذره زر... حالا یعنی یه مثال بود نمیگم فر مسائل سیاسی یا هر چیزی میگم در مورد حتی یه اتفاق تو کامیونیتی مثلا فلانی یه اشتباهی میکنه طرف نمیاد اظهار نظر کنه چون میترسه اگه اظهار نظر کنه شاید کارهای قبلی خودش زیر سوال بره شاید اگه اظهار نظر کنه فردا بخواد همون کارو بکنه میگه من، میگه میگه پس فردا چه جوابی باید بدم شاید میگه اگه اظهار نظر کنه فردا به اون آدمی که داره منم باش مخالفت میکنم نتونم ویدیو بدم خب پس من همچی فکرایی تو ذهنم میاد میگم آقا آدمی که موزه خوشو مشخص میکنه واسه من قابل احترام تره و حالا میخوام بزنن اسمش رو بزنم دراما دوست داره فلانی یا هر چیزی یه سری مسائل وجود داره اینکه من بش می پردازم که من بهش میپردازم که نمیشه دراما دوست داشتن خب دراما درست نکنید ما بهش نپردازیم 50 تومن سرمایه دارم برای سیستم آه. و اینکه میخواستم ببینم به نظرت کمتر استفاده کنم تا سیستم بخرم برای حالا استریم و یوتیوب یا اینکه همینو استفاده کنم میخوای گیم استریم کنی آره بعد مثلا به بقیه مسائل پول داری نورت صدات این شیزا؟ اونا اوکی هم. اونا اوکی هم. آره 5 تومن خرج سیستم کن حتما بعد می‌خواستم سایه هم پسن. به نظرت الان بخرم چون هر روز داره قیمت میره بالاتر یعنی که بزنم تابستون بخرم هیچ کسی تو کل جهان نمیتونه به تو یکی بهتر میشه کی بدتر میشه هر وقت پول داری بگیر چون اگه تابستون بدتر شد کسی نمیتونه بگه وای پیش بینی کنه دیگه بهترم کسی نمیتونه بگه این ای هیچ میاری نداره یعنی اگه پول داری برو سعی بگیر سلام سلام علیکم بله بله بله, بله بفهمت. اه ببین اه من دو تا سوال تخصصی دارم به جبه یوتیوب خودم اه ببین اه من پیانو میزنم بعد رو میزنم تو یوتیوب و بعدش میخواستم بگم که نمیخوام کانتنت هم فقط ایران باشه یه اینترنشنال کانتنت کانتنت بینون مرلی میخوام آه. اه، ولی خب چون خودم ایرانی هم مثلا دوست دارم از طرف ایرانی هم حمایت بشم و اینا بعد یه سوالی ازت داشتم چرا انقدر یوتیوب ایرانیا شده گیم و ریاکت ولاگ و اینا هم هستم ولی خب اصلا اهمیت زیادی به موسیقی نیست دوشت خب خاطر اینکه اون کامیونیتی نیومده سمت یوتیوب به هر دلیلی بعد آشنا بشن مثلا چه میدونم مثلا تو ایران گیمرای مطرح اومدن سمت تویچ و یوتیوب خب وقتی گیمرای مطرح میان به این سم آدم‌ها که اونها رو میشناسن هم میان مخاطب کشیده میشه گوش به گوش شنیده میشه میان به این سم براش تبلیغات میشه و خلاصه میشه شنیده میشه حالا مثلا وقتی چه میدونم اساتید موسیقی و اصلا اعتقاد ندارم به یوتیوب تو کار تو یوتیوب کار کردن شاگرداشون خبر نمیان سمت این داستان و خواننده ها موسیقی الان جوری شده که اساتید هم اومدن سمتش بزنن یکی مثل شاپ که تو موسیقی و این داره آموزش گیتار راک میده تو یوتیوب یا مثلا مثلا یکی از شاخهایی که داره به وجود میاد همین کوروش میاپلیز یا خود میاپلیز که موسیقی میزنه اینا اه ولی اه اه مثلا چجوری بگم وقتی هم بیام ببینم موسیقی کار کنم ته تهش هم میشم از یه چیز خیلی رنج میبرم یعنی که مثلا یکی که مثلا هیچ اصلا نیست خب و هیچ استعدادی نره همون ریاکت اینا هم استعداد میخوادن یکی گیم میزنه همون استعداده ولی مم. یکی که مثلا میبینم چیز مثلا یارو پست میذاره کیا مثلا فلان انرسار هم به دو میلیون ویو میدیم این یکم زدم میکنه از کامیونیت ایران میگم چرا اینا انقدر دنبال چرت و پرتم ولی مثلا منی که یه پست میذارم تو اینستاگرام موسیقی کلا ته ته 60 تا 70 تا ویو میخوره مثلا تو همین کانتنت ایران فعالیت کنم بهتره یا کانتنت خارج چون موسیقی من جوری نیست که بخوام حرف بزنم موسیقی میذارم و آهم آپلود میکنم موسیقی میزنم آپلود بکنم. و اگه حرف نمیزنه که دیگه هر کسی ممکنه لذت ببره که خارج ایرانی نداری که یعنی هر کسی خیلی الان اینجوریه خب تا بس خیلی برنامه به غیر از حالا اینکه بخوام پیانو بزنم میخوام استریم بزنم توی تویچ جوری که مثلا نه فقط گیم و جاست چت و اینا یوتیوب داره کار میکنی میخوام مخاطب خارجی هم داشته باشی اگر حرف احنا. بزنی خب زینویس انگلیسی بذار زیمیسم انگلیسی اوکیه ولی اینستاگرام هم اینا این یعنی میخوام ببینم اگه بخوام کانتنت خارج فعالیت کنم با همه اینا رو ببرم به سمت خارجی و اینا یا نه جداست اصلا بحثش به نظر من که یوتیوب بحثش جداست این که بخوای اصلا ربطشون بدی به هم نه اصلا اینجوری چون ایران هم الان اینجوریه که همه از اینستاگرام دارن خودشون رو پروموت میکنن توش دیگه چون تو ایران فیلتر و تحریمه و ربط همه... از... نداره ممکنه تو بخوای چه میدونم اصلا یوتیوب گنده شه اصلا اینستاگرام شاخه نداشته باشی به وسیله یوتیوب اینستاتو گنده کنی من کامنتاشو کاملا جدا میدونم و به نظرم باید. اگه میخوای مثلا اینستا فارسی کار کن یوتیوب تو اصلا زنده بس انگلیسی بذار اصلا بحث شده است یعنی اینجوری نیست بس کسی رو که الگوریتم یوتیوب یاد بده نه علی تو درست یاد آدم بده و اینکه بتون موفق شد چون بالاخره خودش هم آموزش داره واقعا من نمیشناسم بچه‌ها بلدم ولی بلد اینکه کسی آموزش بده نمیدونم چه این کارو بود نه واقعا نمیشه سرچ کنی. نمیدونم شاید البته چرا کانال اسکیلویت تو یوتیوب شاید بتونه بهت بت کمک کنه یه آره به نظر خودت سنی که آدم خود یوتیوب رو شروع کنه چه سنی خیلی اوکیه دیگه چون سن قانونی که یوتیوب تعیین کرده به بعد <applause> میاری نداره واقعا این ممکنه تو بین یوتیوبر مثلا 16 ساله خفن داریم یه یوتیوبر 45 ساله خفن داریم ملاک خاصی نداره به نظر سبک موسیقیتون بود اینکه حالا چی گوش میدین چون یه استوری گذاشته بودیم درباره متالیکا و قبل اونم یه آهنگ متال گذاشته بودیم رو استریم رو استریمتون که حالا من رفیقم من یکی از رفیقم خیلی حرف زدیم که مثلا من میگفتم آقا ای متال هد گفتش حالا یه راک گذاشته دیگه حالا موافق یه راک گذاشتم دیگه این حرف هاشی نه ولی نه ولی استوری متالی کار گذاشتیم گفتیم یاد دوران قدیم و اینا دیگه محکمتر شدین این تفکر که حالا نه ببین من کلا خواستم ببینم جدایی تعصبی نیستم نه 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 رو رپ هم خیلی تعصبی نیستم ولی ممکنه بیشتر گوش بدم نه نه تعصبی نه الان بیش آره بیشتر گوش ممکنه بیشتر گوش بدم نه من گروه آناتما جزء این دسته حساب میشه ما بودی باشه نه, نه اینجوری نیست من اون اون س... اونو خیلی گوش میکنم ولی نه کلا من اینجوری نیستم مثلا بگم اوکی این گروه چیه یا مثلا این مثلا این مثلا اه... با این موسیقی خیلی حال میکنم قفلی باشم مثلا سنتی خیلی دوست دارم نه مثلا ممکنه چه میدونم شجریان گوش بدم بعدش مثلا بهرام باشه خب محدودیت واسه خودم قائل نیستم یعنی ممکنه تو هر سبک موسیقی یه چیزی دوست داشته باشم حال کنم و اون دنبال کنم یعنی خیلی اینجوری نیست که مثلا بگم اوکی من مثلا فن مثلا رپم و اینو واقعا اگه با یه موسیقی حال کنم حال میکنم مثلا پلی لیستم کاملا رندومه در اینجوری نیستم که <تصفح> مثلا تو موزیک و فیلم و سریال خیلی چیز نیستم که تعصبی نیستم روی یه سبک یعنی ما همه چیز آغوش به روی همه چی بازه واقعا با. درسته صحیح همین آره در سبک موسیقیتون بود که من اگه مثلا روی موسیقی, موسیقی>, موسیقی خیلی محدود کنه خودشو یه جوری نگاه در در پای مغزشو به روی خیلی از چیزهای بهتر می‌بنده دیگه محدود میکنه خودشو نه نه منم مخالف اینا منظور من حالا مثلا خودم مین ژانر هم چیزی که بیشتر گوش می‌دم مثلا همین متال خب ولی مثلا عین شما دقیقاً من مثلا شجریانم خیلی زیاد یا حتی همین پای عادی که مردم گوش میدن هیده نوی و با نظرتون آره. موافق با جن. نظرتون موافق این آره. که گفتین که این اگه ای کسی خودش محدود بکنه به یه ژانر حالا تو دیگه اینا این خیلی چیزای خوب رو از دست میدی دیگه ناخواسته تو هر داستانی خودتو محدود کنی خیلی چیزای خوبی هست تو آره. از دست میدی آره. آره درست من اینجوری من آخو. لذت میبرم هر چیزی که اون لحظه میدونی به حال من بخوره من لذت میبرم ازش یعنی اصلا چیز نیستم گارد ندارم به این داستان دم بچه هایی هم دکتر بسره هر کی بود اومد گرم امیدوارم که بهتون حال باش مدارم از جوابا که میخواستید رسیده باشید حالا بعدا اعلام میکنم داستان چیه و چی میشه این امشب واقعا واقعا فقط و فقط تست بود هیچ ایده ای پشتش نبود جز اینکه تا سوال کنید ولی یه چیزی به ذهنم رسیده حالا میخواستم با هاشم مطرحش کنم ببینم چی میگه بهش گفتم حالا بعدا ببینیم چی میشه دمتون گرم مرسی از همهگی شب خوبی داشته باشید گود نایت